الهام یزدی همکارم اینجا همراه من شده الهام بالاخره فدراسیون تصمیمش رو گرفت سر مربی تیم ملیاره درست از بعد از صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله بعد دور مقدماتی جام جهانی انتخابی جام جهانی البته دراگان اسکوچیچ موندن یا رفتنش در حاله از ابهام بود که حالا فدراسیون اعلام کرده که تا مرحله بعدی در این ترکیب تیم ملی به عنوان سرمربی حضور خواهد داشت واکنش های زیادی داشته این ماجرا که من به این موضوع میپردازم بل اخیری فدراسیون فوتبال ایران تکلیف موندن یا رفتن دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی رو مشخص کرد شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال گفته با اسکوچیچ توافق شده تا پایان مرحله دوم مقدماتی جام جهانی سرمربی تیم ملی ایران باقی بمونه موندن اسکوچیچ در نیمکت تیم ملی فوتبال ایران واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشته سپهر خرمی روزنامه‌نگار ورزشی ادامه همکاری با این مربی رو بهترین تصمیم ممکن توصیف کرده عرفان حاج بابایی خبرنگار دیگه‌ای بود که با اشاره به نداشتن مان تا شروع بازی ها در شهریور مشکلات مالی مشخص نبودن جایگزین احتمالی و اتحادی که اسکوچیش در تیم به وجود آورده نوشته در واقعیت نفس بکشیم تصمیم فدراسیون فوتبال برای نگهداشتن داشتن اسکوچیش مخالفانی هم داشته میلاد گودرزی کاربریه که گفته کارلوس کیروش با اکیب مصاحبه میکنه در مورد بازی بلژیک پرتغال همزمان برانکو هم مصاحبه میکنه بگه اسکوچیش از کیروش بهتره اشاره این کاربر به این مصاحبه برانکوی که گفته اسکوچیچ به بهترین شکل وظیفه خودش رو انجام, انجام داده و خیلی بهتر از کیروش و مارک ویلموتسه محمد جواد زمان آبادی در این توییت مدعی شده با خواست و تایید برانکو ایوانکوویچ قرارداد اسکوچیچ با تیم ملی فوتبال تمدید شده از تیم ملی فوتبال ایران بگذریم و بریم واکنش ها به حذف تیم ملی پرتغال از یورو 2020 رو ببینیم کریستیانو رونالدو دیشب مقابل بلژیک پاش به گل باز نشد و نتونست از رکورد گل های ملی علیدایی بگذره ایرانی ها هم کلی از حذف پرتغال مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها در شبکه های اجتماعی نوشتند. کاربری با نام نوبادی این عکس رو منتشر کرده و به تنز نوشته کارکنای کوکاکولا وقتی میبینن پرتغال و رونالدو از یورو هست شدن کنایه زده به این کار اه... کنایه این کاربر به ماجرای کنار زدن شیشه کلا از روی میز کنفرانس خبری توسط رونالدو این کاربر هم معتقده که سانتوس سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال با قهرمانی در یورو قبلی و لیگ ملت‌ها دینش رو به این تیم ادا کرده اما وقتی تیمش پر از ستاره شد دیگه نتونسته تیم رو مدیریت کنه نویسنده این توییت معتقد هنوز پرتغال با اووردن یه سرمربی صاحب سبک میتونه از مدعیان اصلی جام جهانی باشه این تصویری که میبینید مربوط به انیمیشن عمر مومنی کاریکاتوریست اردنیه این هنرمند این انیمیشن رو درباره عبور نکردن کریستیانو رونالدو از رکورد علی ساخته انیمیشنی که در شبکه های اجتماعی پر بازدید شده صفحه توییتری به نام شقایق بانو با اشاره به حذف پرتغال گفته شکسته شدن رکورد دایی فعلا به تعویق افتاد نویسنده این توییت هم عکسهایی از رونالدو پس از شکست تیمش رو منتشر کرده و گفته معنی این ناراحتی و بازوبند زمین زدن اینه که فعلا در رقم 109 گل باید با شریک ایرانیش صحیم بمونه از ناکامی پرتغال در یورو بریم سری هم بزنیم به تمرین یک تیم دراگان بوت زنان در ورزشگاه آزادی که البته به جای دقایقی شادیاور لحظاتی پر استراب رو رقم زدن ما در این دختر بچه کار خطرناکی کرده و این کودک رو جلوی قایقشون گذاشته البته مشخص نیست چطور مسئولان دریاچه ورزشگاه آزادی اجازه دادن چنین اتفاقی رخ بده می‌گردم به تو تن